سلام و تهنیت. شما یک بار دیگر پیروز شدید. اشرف و مریم یک بار دیگه پیروز شدند و پوزه رژیم رو به خاک مالیدند. به مناسبت اول ما نخستین روز سال 1431 هجری قمری در ارض امام حسین و در سرزمین امام حسین که از روز اول در همین جا به او اعلام پناهندگی کردیم و نه به اهلی دیگر و هرگز هم نخواهیم کرد، به مناسبت این پیروزی در 24 آذر مصادف با 2009 پیروزی کارزار بهار شماره 6 بار دیگر میگویم السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، الحسین الشهید المظلوم. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. صحبت رو با سلام و درود و سرساییدن بر آستان خون خدا سید الشهدا باید آغاز کرد. با سرساییدن بر آستان پیامبر جاودان آزادی، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام به تو و همه روانهای پاک و پاکیزه‌ای که به آستان تو فرود آمدند. از روز عاشورا، از اشرف و موسی و جاودان فروغ ها تا 6 و 7 مرداد در خاک خودت. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم. لعنت خدا با آنانی که پایه و اساس ظلم و ستم رو بر علیه تو و مجاهدانت گذاشتند. لعنت بر خمینی و مزدورانش و همدستانش و پشتیبانانش. ولعن الله امتن قتلت کن. لعنت خدا به اونهایی که بر روی تو و مجاهدان تیغ و شمشیر کشیدند و شلیک کردند. ولعن الله الممهدین لهم امکین من قتالکم.
آنهایی که اسباب کار را آماده کردند، تبلیغ کردند، زمینه ساختند، راه را هموار کردند، جاده را صاف کردند، کم یا زیاد. و چه سعادتی بالاتر که امروز مجاهدان تو سرفراز برای تو الالله پناه میبرند و بیزاری میجویند به جانب خدا و الیکم، به جانب تو و جبهه تو و اردوگاه تو. من هم و من اشیائهم، از مرتجعان حق ستیز و مزدورانشون در همین عراق و اتباعهم و اولیائهم و پشتیبانانشون و تحت امرهاشون. یا ابا عبدالله اینی سلمون لمن سالمکم، این صدای مجاهدین است در صلح و صفا با هر کسی که با تو در صلح و صفا باشد. و حربون لمن حاربکم، و در جنگ و ستیز ابدی و دائمی با مرتجعان حق ستیز حاکم بر ایران برای سرنگونی اونها الی یوم القیامه تا روز رستاخیز. ولعن الله آل زیاد و آل مروان و آل خمینی، ولعن الله بنی امیه و بنی خمینی قاطبه، ولعن الله ابن مرجانه، ولعن الله عمر ابن سعد، ولعن الله ولعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، اونهایی که اسب زین کردند، زره پوش از روی مجاهدان تو عبور دادند، به جانب اونها شلیک کردند، اونها رو در دخمه بردند، گروگان گرفتند، آسیب رسوندند و شکنجه کردند. لعنت دائمی بر شما باد و این رو ما الگو و نمونه‌ای برای تاریخ قرار خواهیم داد، این پایداری و این مقاومت رو. به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باد، آی مردم ایران، تلم ناصر ینصرونی، به جانب آزادی و به جانب حاکمیت مردم ایران برای رهایی از ستم رژیم پلید آخوندی، مظهر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت و بربریت. و خطاب به مولایمون در روز اول محرم، ولی لمن والاکم، عدو لمن عداکم، در خضوع و دوستی و فروتنی با هر کس که با تو و در جبهه توست و در ستیز و دشمنی با هر آن کس که با تو و ارزش‌های تو که ارزش‌های پیامبر جاودان آزادی است ستیزه می‌کند. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه، در زیارت عاشورا است، روزی که در اون میمونوار